چنم هستند و یا نه. سلام. سلام آقای دکتر. درود بر شما. چطور دکتر جان؟ خیلی ممنونم، مرسی. شما خوب هستین؟ ببخشید یکم آنیبل بودید، دیر شد، یعنی البته سیستم شما فکر کنم یه فضایی فرصت فراهم میکرد که ما شما رو میتونستیم جوین بکنیم. حالا به هر شکل من هم از دوستان عذرخواهی میکنم بابت تاخیر اندک و همین که امیدوارم که با این خیلی ممنونم. آقای دکتر فکر میکنم صدای من رو ببندید، فکر کنم که صدا میپیچید. بله الان خوبه آقای دکتر. عالی. بسیار خوب، خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون باشید که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر معنوی پور، معنوی پور جان، سلامت باشید. خیلی ممنون، بزرگوار. دوستانی هم هستند که رفقای مشترکمون توی لایو و آقای دکتر پیرپایتی و دوستان دیگری که عرض ارادت کردیم بهشون، و امیدوارم که اتفاق خوبی امشب و در این تایم فکر کنم 55 دقیقه که خدمت شما خواهیم بود استفاده لازم رو هممون ببریم. خب من خیلی کوتاه بگم خدمت دوستان و خدای دکتر معنوی پور که این لایو و این برنامه زنده اینستاگرامی به همت همکاران من در خانه اندیشمندان علوم انسانی کشور برقرار شده. خانه اندیشمندان علوم انسانی متشکل از 10 تا کارگروه هست که یکی از کارگروه های علوم انسانیش روانشناسی و علوم تربیتی است که مدیریت گروه رو چند سال بنده بر عهده دارم و آقای دکتر قاسمی و عزیزانی که بر شکل ریاست و مدیریت خانه اندیشمندان رو بر عهده دارن سعی کردن در این چند سال کمک های خوب و درخوری به در واقع حوزه روانشناسی و علوم تربیتی بکنن. من دو سه تا کار شاخصمون بحث شنبه های روانشناسی هست که فکر کنم دوستان در جریانش بودن. ما سعی کردیم که روانشناسی رو در کنار سایر حوزه های علوم انسانی ببینیم، یک نگاه کلنگر به روانشناسی و جامعه مخاطب روانشناسی داشته باشیم. ما برنامه هامون که در قالب شنبه های روانشناسی بود، یه بخشش رو من اگر بخوام نام ببرم فلسفه و روانشناسی بود. خدمت شما عرض شود که روانشناسی و اسطوره بود یا اسطوره و روانشناسی بود، سیاست و روانشناسی بود، شهر و روانشناسی بود و موضوعات از این دست که فکر میکردیم بهتره که جامعه مخاطب روانشناسی ما و مشاوره ما و علوم تربیتی ما بدانند و در جریان باشند که خود روانشناسی صرفا بحث درمانگری و بحث کلینیکال نیست. قاعدتا حضور و ظهور روانشناسی در کنار سایر رشته های علوم انسانی و سایر رشته های علوم میتونه کمک بکنه به رشد و بالندگی این رشته و فکر میکنم یه بخش هم کمک کرد به دانشجوهایی که در این حوزه بالاخره دنبال موضوعاتی خارج از موضوعات درمانگرانه بودن در حوزه روانشناسی و سیاست و از این دست برنامه هایی که در قالب شبهای روانشناسی 3-4 سال است که داره انجام میشه. ما این برنامه زنده رو برنامه های زنده اینستاگرامی رو من فقط یه مرور کوتاه بکنم بعد خدمت آقای دکتر باشیم. چند تا برنامه خوب داشتیم تا به حال. من صحبتی داشتم با خانم دکتر الهام فخاری، همکار عزیزمون در شورای شهر تهران و رئیس شورای اسلامی استان تهران، که در قالب روانشناسی و سیاست‌گذاری اجتماعی صحبت شد. ممنونیم از ایشون. آقای یحیی سید محمدی رو که خب همه کسانی که ورق می‌زدن تبرع کردن در حوزه کتاب‌های روانشناسی، آقای سید محمدی رو می‌شناسن، اون برنامه خیلی خوبی بود. ما برنامه سوم رو آقای دکتر با شما داریم در قالب اندیشه و گفتگوی روانشناختی با اساتید این حوزه. فردا یک برنامه مشترکی با آقای دکتر چاوشی خواهیم داشت در حوزه در واقع تولید محتوا در شبکه‌های مجازی و افتخار داریم خانم دکتر دولت آبادی رو هم داشته باشیم تو برنامه. من فکر می‌کنم روز چهارشنبه خدمتشون باشیم در قالب حقوق کودک و روانشناسی که باز در به قولی تعقیب اون سلسله جلساتی است که عرض کردم روانشناسی و سایر. خب آقای دکتر معنوی پور، ما یک بخش از صحبت هامون به
مرور زندگی شما خواهد گذشت، زندگی کاریتون البته، حالا اگر شخصیتون هم خواستید اشاره بکنید، هرچند من میدونم روانکاوا معمولا یک محدودیت های پروتکل هایی دارن برای کمتر معرفی کردن خودشون، ناشناس بودن شما حالا تو بخشی، اما بعدش میریم سراغ کارهای علمیتون، آثارتون و خدماتی که در حوزه روانشناسی دادید. من این رو هم بگم برای دوستانی که تو لایو من هستن، آقای دکتر معنوی پور استاد دانشگاه هستند، رفیق و استاد خود من هستند و رئیس انستیتو روانپویشی اگر اشتباه نکنم کوتاه مدت آقای دکتر دوانلو در ایران هستند و اتفاقات خوب انشالله در حوزه روانپویشی از آقای دکتر معنوی‌پور شاهد خواهیم بود. من مطمئنم با اقدامات و با شایستگی که از ایشون و مجموعه همکارانی که در کمک ایشون در همراهی با ایشون دارن این فعالیت رو انجام میدن، خدمات روانشناختی قابل و شایسته‌ای رو خدمت شهروندانمون و مردم کشورمون داشته باشیم. خب یه بخش از صحبتامون هم آقای دکتر راجع به این خواهد بود که در این ایام چه کردیم و قرار هست که چه اتفاقاتی پیرامون مسائل قرنطینه و مشکلاتی که الان پیایندش هست و چه کمک‌های نظام درمانگرانی شما میتونه در این قالب داشته باشه. من یه بخشی از سوالات رو چون دوستان بعضی میگن کامنت ها رو ببندید سرعت میاد پایین، خواهشم از دوستان اینه که اگر سوالی ندارن پیغامی نفرستند یا اون عکس قلبی که معمولا میفرستن لطف میکنن اون رو هم نفرستن چون سرعت ما رو به شدت میاره پایین. یکی از دوستانم گفته که کامنت ها رو نبندید، سوال داریم، من سعی میکنم که سوالات رو هم در قالب سوالات کوتاه از آقای دکتر معنوی پور عزیزم بپرسم. خب آقای دکتر معنوی پور، آقای دکتر داوود معنوی پور کیه و چی کار کرده تا الان؟ خیلی کوتاه وضعیت خودتون رو برای دوستان من که شما رو شاید کمتر بشناسن معرفی بفرمایید. در خدمت شما هستم. زیاده گویی کردم، عذر میخوام. خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر انباری عزیز و همه دوستان عزیزم که حضور دارن و دانشجوها و به هر حال علاقمندانی که به حوزه روانشناسی امشب در خدمتشون هستیم و امیدوارم که در صحت و سلامت باشن و به سر ببرن. من متولد سال 53 دی ماه 53 توی تهران هستم و تمام تحصیلاتم از لیسانس تا دوره دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی تو واحدهای رودهن خراسان اصفهان و دکتری من توی علوم تحقیقات بودم، گرایش های بالینی عمومی و روانشناسی تربیتی. بسیار خوب. و عرضم به حضورتون که خب زندگی حرفه ایم تقریبا دو تا بخش میشه، یکی بخش حالا دوران جوانتریست در حوزه روانشناسی که اون موقع ها با علاقمندی من به آمار و روانسنجی و روش های تحقیق عجین شده بود و سالهای سال تو اون حوزه کار میکردم و خیلی دوستش داشتم و هنوزم دوست دارم اون حوزه ها رو و تجربه های زیادی داشتم در معذر اساتید بزرگی که به حال خدمتشون بود. ولی خب از همون ابتدای ورودم به روانشناسی، یعنی توی 18-19 سالگی که وارد روانشناسی شدم، به حوزه روانکاوی علاقه خاصی داشتم و با اینکه خیلی هم نمیدونستم چیه، فقط میدونستم که جزء دغدغه هامه و دوستش دارم. بنابراین این علاقمندی من حالا سالها تحت شعاع اون کارهایی بود که در حوزه آمار و روش تحقیق و البته یه دوره خیلی کوتاهی هم که در دوره دکتریم بود با آشنا شدن با حوزه فلسفه و عرفان و اینها، یه چند سالی هم درگیر اونا بودم، ولی خب دیدم من مال اون حوزه نیستم و سری خودم نجات دادم از اون داستان، اومدم بیرون و حقیقتش رفتم و دنبال یادگیری روانکاوی به صورت مشخص بعد از دوره‌ای که دکترامو گرفته بودم و سالها بود که هیئت علمی دانشگاه بودم و تدریس میکردم و همین یکی از چالش‌های بزرگ من بود که فکر میکنم بچه هایی که الان دارن روانشناسی میخونن این چالش ها رو کمتر باهاش مواجهن. چون اون موقع خاطرم هست که من میگشتم و دنبال یک کسی که روانکاوی بلد باشه و بخوام برم ازش یاد بگیرم
و خب آدم ها و اساتید مختلفی رو هم پیدا کردم، سراغشون رفتم، ولی نهایتا همه اون تجربه ها که خیلی هم برام خوشایند نبود و بعضی هاشم خیلی تجربه های عجیب و غریبی بود برام، خیلی سرخورده شدم تا اینکه به هر حال تو همین، ولی خب دست از جستجو بر نداشتم، همیشه در حال جستجو کردم بودم و تو این فرایند با دکتر دوانلو و نوشته های ایشون آشنا شدم و میتونم بگم که تقریبا از همون روزایی که با این حوزه آشنا شدم تقریبا همه حوزه های دیگر رو بوسیدم و گذاشتم کنار، متمرکز شدم تو این حوزه و خیلی دغدغه‌مند، علاقه‌مند و پرتلاش شروع کردم تو این حوزه یاد گرفتم و همچنان هم در حال آموزشم، دارم یاد میگیرم و به این موضوع هم افتخار میکنم و این رو بزرگترین در واقع اتفاق زندگی حرفه‌ای میدونم که خب سالها هم همینجوری ادامه داشت، یعنی آموزش درستی ندیده بودم، فقط با مطالعه بود، حالا یه چند تا دوره آموزشی خیلی کوتاه که اونها هم باز به دلایلی کنار گذاشتمشون، چون احساس میکردم اون چیزی که من میخوام نمیتونن به هم بدن یا ممکنه برام آسیبایی رو داشته باشن، ولی خب دست از جستجو بر نداشتم مطلقا تا اینکه سال 2015 بود اگر اشتباه نکنم موفق شدم خود دکتر دوانلو رو پیدا کنم و این دیگه نقطه عطفی شد و به هر حال باشون ارتباط برقرار کردم و ابراز علاقمندی کردم دیگه، نهایتا همیشون نمیدونم چرا ولی خوشحالم از این که حالا این اتفاق افتاد، دلیلش واقعا هنوزم برام روشن نیست، چون ایشون سیستم آموزشیشون سیستم سفت و سختیه به خصوص تو سالهای اخیر که حالا یه بخشایش به فرایند این 60-70 سالی که ایشون تو این حوزه دارن کار میکنن و بلاهایی که سرشون اومده برمیگرده و حالا عوامل دیگه. به هر حال اون سال خدمت ایشون رفتم و از اون سال به بعدم تقریبا هر سال سالی یه بار یا دو بار خدمت ایشون میرسم تو دوره های آموزشیشون و نهایتا هم سال 2017 ایشون رو متقاعدش کردیم، من و چند تا از دوستانمون که ایرانی تبار هستن همشون، که اجازه بدن تا ما این انستیتو رو توی تهران و تو ایران هم داشته باشیم. خب ایشون صراحتا مخالف بودن با این موضوع و عرضم به حضورتون که، ولی به هر حال متقاعد شدن، یعنی من ایشون رو تونستم متقاعدشون بکنم که این کار به صلاحه و این اتفاق رو اجازه دادن که بیفته. ولی خب به هر حال انستیتو ما الان در تهران هویتش مستقله و توسط در واقع اساتیدی اداره میشه که همه از شاگردهای، حالا بخش زیادیشون شاگردهای خودم هستن و سالهاست بچه های بسیار نازنین و ارزشمندی هن و خیلی پرتلاشن، علاقمندن، انسانهای سالمی هستن و تلاش کردن، یاد گرفتن و الان هم دارن این رو کمک میکنن به بقیه، ولی همچنان ما خودمون رو در مقام یادگیرنده میدونیم، چون استادمون آقای دکتر دوانلو هنوز همینجوریه، یعنی ایشون با اینکه به هر حال بنیانگذار این حوزه هستن همیشه به ما میگن من در حال ریسرچم، من میخوام ریسرچ کنم، یه چیزایی رو میخوام بهتر بفهمم، تکنیکامو میخوام اصلاح بکنم و این یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌هایشون، حالا در کنار مهربانی و انسانیتشون که اونا دیگه واقعا مثال زدنی است و تمام زندگی این آدم وقف این حوزه کرد. خب من راجع به آقای دکتر دوانلو اگر اجازه بدید، نوشه جان اگر اجازه بدید راجع به آقای دکتر دوانلو من مفصل حالا یه بخشی رو اختصاص خواهیم داد و کارهایی که ایشون کرده و به هر شکل اون ارتباط و پیوندی که بین شما برقرار شد و حالا یا به روش ترحم یا به روش اجبار یا روش تحریک حس ناسیونالیستیش بالاخره این اصلی طور مجوزش از نصیب بگیر، حالا اینو صحبت میکنیم. من برای دوستانی که توی به قولی لایف هستن این رو عرض بکنم، من چون آقای دکتر معنوی پور رو حالا نه خیلی زیاد اما به هر شکل به واسطه ارادتی که دارم بهشون تا حدی میشناسم، این رو میتونم اجازه ازشون بگیرم و شاید یه توضیحی یا توشیحی به قول علما به این صحبتشون که خودم رو از فلسفه و عرفان نجات دادم عرض بکنم.
ببینید آره، من فکر میکنم ایشون در واقع یه ذره شکست نفسی کردن و یه کمی سعی کردن که در قالب روانشناسانه این موضوع رو تحلیل بکنن. اما دوستان باید بدونن که ما خیلی، اون روز هم من گفتم، خیلی خوشحال نیستیم از اینکه اون اتفاق توی لایپزیگ آلمان افتاد و ویلهلم وونت اون بشکن معروف رو زد و گفت که واو، فهمیدم که مثلا روانشناسی از فلسفه جداست. خیلی الان دقت کرده باشن دوستان ما، رویکردهای نوین، خیلی از این ماجرا شاید خوششون هم نیاد و برگشت های اساسی در نظام درمانی روانشناسی به فلسفه و فلسفیدن قطعا راهگشاست در این دنیای ابهام و در این دنیای گنگ. آقای دکتر معنوی پور رو من به عنوان کسی که واقعا فلسفه رو دوست داره، علاقمنده فلسفه فکر میکنه قبول دارم. یعنی میگم که اگر میگن من خودم رو نجات دادم، منظورشون اون نجات دادن این نیست که کاملا اون فلسفه رو بگذارن کنار یا حتی عرفان رو. من فکر میکنم این نظامی است که ما، چون بخوام نزدیکتر بشیم با موضوع بحث، این موضوع مطرح شد، این یک مورد. چون من میگم شما رو و نگاه شما رو میشناسم، من از آقای دکتر معنوی پور یه چیزی که یادم هست راجع به مدرسه زدایی بود، یعنی پایان نامه فکر میکنم دکترای شما راجع به مدرسه زدایی بود، اون موقع خیلی سر و صدا کرد و بحثای در گرفت و بعد به قول تکانه ها و موضوعات مطرح شد. خیلی حیفه که دوستان ما ندونند و نشناسند شما رو که در اون حوزه هم کار کردید. اون هم خب یه بخشیش مقولات فلسفی است خب، و نگاه فلسفی شما که سرایت کرده این موضوع و در قالب یک پایان‌نامه دکتری مطرح شد و نهایتا هم منتشر شد. خب آقای دکتر، من یه مقدمه برای دوستان باز کوتاه عرض بکنم و بسپارم بحث و دستشون. دوستان من میدونند که ما در حوزه روان درمانی در کل دنیا تقریبا، اگر بخوایم اون پارادایم ها رو، اون میکرد ها رو، اون دستبندی های ریستر رو بخوایم توی دسته های بزرگتر قرار بدیم، با سه تا رویکرد کلی مواجهیم. سه تا رویکردی که یک تاریخی برش بوده و افرادی آمدند، حرفایی زدند، نشری دادند کتاب هایی رو و پیروانی برای خودشون به قولی به وجود آوردند و نهایتاً تا اینجای کار پیش آمده. من بررسی که میکردم در کل دنیا و نظام های درمانیشون تقریبا از سه رویکرد کلی استفاده میکنن. یه رویکرد روانکاویه یا روان تحلیلیه که حالا من اجزاش رو میگم بعد میرسیم کور میکنیم توی بحث شما. پس یک رویکرد ما روانکاویست، رویکرد درمانی که برای درمان انسان مبهوت، برای درمان انسانی که مسئله منده، برای درمان انسانی که پرابلماتیک موضوعی رو مطرح میکنه و ما میخوایم که اون مسئله و مشکلش رو بخوایم حل بکنیم. یک رویکرد دیگه رویکرد رفتاریه که خب موجها رو دوستان من احتمالاً باش در جریان هستن، در قولی شنیدن، موج اول تا موج سوم و نهایتاً الان بحثای موج چهارم هم مطرح هست و اون نظام رفتاریه که بعد شناختی هم بهش اضافه شد و ما به اسم CBT میشناسیم. یعنی در کل دنیا این قواره رو به عنوان CBT میشناسن که هم رفتارگراها و هم شناختیون تو اون پارادایم حرف برای گفتن دارن و کار درمانگریشون رو تو اون قالب انجام میدن، هرچند توی اون خود پارادایم هم بحث‌ها و نهله‌های مختلف شروع مختلف وجود داره. یک رویکرد دیگه رویکرد وجودیه که معمولاً حالا بحث‌های جدیدتر، مثلا ارمیالوم‌ها یا افرادی که راجرزی ها به قولی، یا بیشتر قالب مشاوره ای به خودش میگیره و روان درمانی هایی که خیلی پاتولوژیک به مسائل یا مشکلات انسان نگاه نمی کنند، رویکرد وجودی رو اخذ کردن و بر اساس اون کارشون رو پیش میبرن. بقیه نظام های درمانی یا رویکرد ها، یا بخوام یه ذره کوچیک سازیش کنیم در این قالب رویکرد ها بگنجه، بقیه موارد یا تکنیک های درمانی زیر این در واقع ستا محور میکنند. بریم سراغ روانکاوی که بحث ما است و آقای دکتر معنوی پور رو خواستیم که در واقع زحمت دادیم که راجعه این موضوع بیشتر صحبت کنیم. من روان تحلیلی رو یا روانکاوی رو که بررسی میکردم با چهار تا پارادایم غالب باش مواجه شدم یا رویکرد مجزایی که در روانکاوی هست. یکی خب روانکاوی کلاسیک فرویدیان ها و نو فرویدیان هایی که به هر شکل اون مجموعه و مقوله روان تحلیلی کلاسیک کار کردن، مثل آدلر هست، یونگ هست، هرچند بحثشون یکم میتونه متفاوت باشه. مثلا یونگی ها
یک بحث‌های مفصل‌تر دیگری در قالب فرهنگی دارن، در قالب آرکیتایپ‌ها دارن، اما مجموعاً اگر بخوایم قضاوت بکنیم اینها در قالب روانکاوی و روان تحلیلی کلاسیک می‌انجام. یه بخش دیگرشون روانشناسان ایگو هن یا روانشناسان من هن که خب آنا فروید هست، اریکسون هست، اونهایی که کمی اومدن به سمت اجتماعی شدن یا اجتماعی کردن من و از اون تکانه ها و غرایزی که فروید راجع بهش صحبت میکرد یا فرویدیان ها راجع بهش صحبت میکردن یک کمی پرهیز کردن و انسان رو در محیط های اجتماعی و تحلیل هاشون رو در محیط های اجتماعی دیدن. یک در واقع حالا من میگم نحله، آقای دکتر به من ایراد بخون، نحله واژه عربی، یک حالا چی بگیم، یک شق دیگه یا یک در واقع دسته دیگری از روان تحلیل ها و تحلیلگرها روابط شی بودن که خب تحلیل انسان رو بر پایه تحلیل روابط شی و اون تحلیل اولیه‌ای که و اون ارتباط اتچمنت و ارتباطات و بحثی که ما با مادر کودک داره و موضوعات از این دست که خب کلاین و کوهات سردمدار اینا هستن و خب بخشی از روان تحلیل‌های ما در این قالب و در این مسیر دارن کار میکنن. و اما برسیم به آخرین دسته یا در واقع دسته چهارم که روان پویشی ها هستن که حالا آقای دکتر حتما خواهند گفت فلسفه تشکیل، یعنی سوال اصلی من شاید با این موضوع بخوام شروع بکنیم که فلسفه تشکیل روان پویشی کوتاه مدت چیست؟ آیا اون اجتماعی که بر نمیتابید انقدر طولانی مدت در مسیر درمانی قرار بگیره آیا باعث این کار شد یا نه؟ حالا من در سوال بعدی خواهم پرسید. پس یک دسته آخرمون در حوزه روان تحلیلی روان پویشی کوتاه مدتی که خب من در واقع افراد مختلف رو توی این قالب آقای دکتر شنیدیم. من خواهشم اینه که توی بحث بعدیتون باز در قالب سوالی که دوستان مطرح کردن این هست که تفاوت‌های اونها رو هم ما از زبان شما دیگه بشنویم، من زیاده گویی نکنم. مثلا ما حتما راجع به خدمت شما هست که توی روانپویشی کوتاه مدت راجع به جان لاکان حالا بعضی میگن لاکان بعضی میگن لاکان یا راجع به فردریکسون احتمالاً همه دوستانی که در حوزه روان تحلیلی هستن شنیدن و نهایتاً فکر میکنم افتخار همه ما ایرانیایی که به هر شکل در حوزه روان تحلیلی و روانشناسی فردی هست که اسمش و فامیلیش و به قول سبک زندگیش لااقل اون ایرانی بودن رو برای همه ذهن‌های دیگر متبادر میکنه که بالاخره این از یک فرهنگ ایرانی هست. آقای دکتر حبیب دوان رو من از اینجا به بعد رو اگر موافقید با من بسپاریم به شما و اون دسته ها و اون در واقع شقوق مختلف رو هم در ذهن دوستان بماند و یه تأکیدی هم بکنم دوستان، هرچند من حتما دوست دارم که همتون باشید و الان این برنامه رو بشنوید تا بعدهایی که حالا معمولا وقت نمی کنه آدم یک بار دیگه این رو مرور بکنه، اما این لایف سیف خواهد شد و این موضوع رو نگاه نمیشت. توضیح دادن که آقای دکترم صحبت بکنن، چشم، الان اصلا میکروفون رو و موضوع رو میدم دست آقای دکتر. خب من مجبورم که لایو رو ببندم، فکر کنم سرعتمون رو آقای دکتر خیلی آورده پایین و سوالات رو هم من دسته‌بندی کردم خدمت شما. آقای دکتر ما در خدمت شما ایم، بگیم که روان پویاشی کوتاه مدت یعنی چی، چرا به وجود اومد و سردمدارانش کیا هستند و بعد از اون سردمداران ما چرا رسیدیم به دوال. خب ببینید، ما حالا اگر وارد این دسته‌بندی‌ها بخوایم بشیم، اختلاف نظر هست حالا راجب تعدادش، راجب اسما و همین اینا اگر بخوایم وارد، خب این موضوع بحث ما نیست. اون چیزی که روانپویشی و روانکاوی رو تو یک کاتگوری قرار میده در واقع به همون جمله مشهور فروید برمیگرده که معتقده که هر کدوم از درمانهایی که به مقاومت و پدیده انتقال به پردازن رو ما میتونیم جز در واقع روانکاوی ها دستبندیشون بکنیم برمیگرده. ولی خود آقای دکتر دواندو هیچ وقت از واژه روانکاوی استفاده نمیکنه، بیشتر واژه روانپویشی سایکو داینامیک رو ازش استفاده میکنه. خب اینم دلایل خاص خودش رو داره، چون ببینید یه بلایی که سر روانکاوی اومد به ویژه بعد از فروید و هنوزم تبعاتش وجود داره اینه که روانکاوی رو اینقدر محدود کرد به یه رابطه الان اینجوری هستی چون بچگیت فلان شده. خب
خب واقعیت اینه که تجربه های کودکی اثرشون رو میذارن روی انسان، ولی نمیشه یه رابطه خطی برقرار کردن. این رابطه خطی برقرار کردن خیلی ساده انگارانه است که ما این رو در واقع بخوایم نگاه بکنیم. خب فلسفه وجود روش دکتر دوانلو به تجربه های شخصی ایشون برمیگرده. یعنی ایشون خودش میگه تو خاطراتش که من زمانی که پیش روانکاو من میرفتم رو تخت میخوابیدم و حرف میزدم خیلی ناخرسند بودم، چون به یه چیزایی تو من اتفاق میافتاد که ایشون اصلا توجه نمیکرد. و ایشون به هر حال بر اساس یک درک شخصی، بر اساس یک تجربه شخصی، نه با هدف بنیان گذاشتن یک رویکرد درمانی، با هدف فهم اینکه چه اتفاقی در اتاق درمان داره میفته، ایشون اومدن و دوربین فیلمبرداری رو وارد جلسه کردن و با ضبط کردن فیلم‌هاشون با بیمارانشون و بازبینی اونها تونستن در واقع این روش رو معرفی بکنن. حوزه روانپویشی هایی که حالا علاقمند به کوتاه کردن فرایند روانکاوی و تحلیل روانی هستن سابقه درازی داره و ما از خود بعد از فروید هم اینو میبینیم. حتی خود فروید هم علاقمند بود که یه همچین اتفاقی بیفته، چون به هر حال روانکاوی همیشه مورد این انتقاد بوده که فرایند طولانی است، گران است و خیلی وقتا معلوم نیست که چه نتیجه‌ای از توش بیرون میاد. بنابراین اگر ما همه تمرکز رو روش دکتر دوانلو بذاریم و اینو بخوایم به یعنی شاخص‌های این رویکرد رو بگیم که این چه چیزی دارد که از روش‌های دیگه متمایزش می‌کند، این فکر می‌کنم یه ذره بتونه روشن کننده تر باشه. نکته اول یا این تفاوت اول داشتن یک پروتکل دستورنامه درمان که دکتر دوانلو. دکتر جسارت ببخشید من قبل از اینکه شما بفرمایید پروتکل رو، میشه آقای دکتر دوانلو رو یک کمی معرفی کنید؟ یعنی زاده کجا هستن و چه خوندند و به هر شکل آیا اصلا ایران بودن ایشون یا ما این توضیحات رو هم بهمون بگید؟ آقای دکتر دوانلو از یه خانواده در واقع اصیل ایرانی هستن که حالا خیلی راجع به جزئیاتش اطلاعاتی نداریم واقعا، مگر اینکه حالا توی یه جمعی توی محفلای ایشون شروع میکردی خاطراتی رو از کودکیشون، از رابطهشون با پدر بزرگشون، به خصوص چون ایشون نزد پدر بزرگشون رشد کردن تو مثلا تو ایران یا خارج از کشور؟ نه تو ایران بودن، یعنی درست. دوره عمومیشون رو تو دانشگاه در واقع ایران، دانشگاه تهران تحصیل کردن و بعد سربازی رفتن و بعد از اون از ایران خارج شدن، یعنی در 20 و چند سالگی از ایران رفتن و دیگه هم به ایران برنگشتن و در واقع مدت طولانی تو امریکا تحصیل کردن و تو اونجا حالا تو حوزه جراحی بعد روانپزشکی تخصص گرفتن و نهایتا مهاجرت کردن کانادا و سالهای سالی که در کانادا زندگی میکنن. درست، مرسی. خواهش میکنم. بعد ارزم به حضورتون اینو عرض میکردم که یکی شاخصایی که روش دوانلو رو از بقیه جدا میکنه داشتن یه پروتکل درمان که شما با مطالعه کتاب‌هایی که در این حوزه وجود داره، به خصوص کتاب‌های خود دکتر دوانلو که آقای دکتر سیگارودی عزیز که از اینجا تشکر می‌کنم ازشون، زحمت کشیدن این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن و دو تا کتاب هست انتشارات ارجمند اینا رو 7-8-10 سال پیش فکر می‌کنم چاپ کردن، این دو تا کتابیه که خود دکتر دوانلو دارن و در واقع معرفی کننده همون چیزیست که به اسم ISDP هم که ISDP کار هستن و حالا کتاب ها و مقاله هایی به خصوص که در این زمینه وجود داره مبتنی بر اون هست که شما اسم بردین از دوستان که اینا همه شاگردای خود آقای دکتر دوانلو بودن تا 20 سال پیش که از 20 سال پیش از دکتر جدا شدن، حالا هر کدوم به یه دلایل، که این خودش از نظر من هم یک نقطه میمون و مبارکی است هم یه اشکالایی توش وجود داره. به هر حال ما میدونیم که علم حوزه فهمیدن، حوزه تبیین کردن، حوزه انحصاری نیست، کسی نمیتونه توش ادعایی بکنه که من بهتر از بقیه میفهمم، اون چیزی که من دارم از بقیه بهتره.
به هر حال کسایی هم که پیش آقای دکتر دوام آموزش میدیدن اینا همشون جز استادای روانشناسی و روانکاو بودن، آدمای سرشناسی بودن، به خصوص روانشناسای اروپایی که روانکاوای اروپایی که همه عضو انجمن روانکاوی اروپا بودن. تو سالهای مثلا 20 سال 25 سال 30 سال پیش اینا هر سال پیش آقای دکتر دوانلو میرفتن، از دیوید مالان بگیرید تا های بزرگ دیگه که تو این حوزه هستن. ولی به هر حال این روند تغییرات باعث شده که اینا با هم اختلاف نظرهایی پیدا میکنن و به هر حال جدا میشن، مسیرشون جدا میکنن. ولی خب دکتر دوانلو همچنان عرض کردم که رویکردش یک رویکرد خودش رو پژوهشگر میدونه، یعنی همیشه هم به ما میگه، میگه شما اگر اینجا هستید دارید تو ریسرچ من شرکت میکنید، من میخوام آنکانشس رو بهتر بشناسم و با این ادبیات هست. بنابراین این اولین ویژگی خاص روش های دکتر دوانلوه که یه پروتکل چند مرحله ای داره، از 1-2-3 شروع میشه و تو هر مرحله یک ویژگی هایی رو درمانگر باید داشته باشه، ویژگی هایی رو باید بیمار داشته باشه، اتفاق هایی باید بیفته تا نهایتا نفوذ کردن به ناهوشیار رخ بده و حالا بقیه هست. نکته دوم برداشتیه که آقای دکتر دوانلو از ساختار آنکانشس به صورت کلی داره. ساختار آنکانشس از نظر دکتر دوانلو یک سازمان داینامیکه که دائما در حال تکاپوست و بر اساس متریالی که توش وجود داره واکنش ها و فعل و انفعال های مختلفی توش رخ میده و این ساختار اون چیزی که از نوشته ها و گفته ها و تجربه های دکتر دوانلو برمیاد یک ساختار جهان شمول داره، یعنی دقیقا مثل کالبد جسم. ایشون معتقده که ساختار آنکانشس هم یک ساختار مشخصی داره وابسته به فرهنگ و اینها، تو ساختار اصلیش نیست، حالا تو بقیه جزئیاتش میتونه این تحت تأثیر اینها قرار بگیره. خب اینم نکته دوم، یعنی یک نگاه خاصی نسبت به ساختار آنکانشس دارن. و نکته سوم که این روش رو متمایز میکنه از سایر روش های دیگه، تمرکزش روی فینک ها و احساس ها هست. ببینید آقای دکتر دوانلو به هر حال پزشکند و خیلی بهتر از ما ساختار نوروبیولوژی و نوروسایکولوژی اینا رو میشناسن و ایشون تو سالهای اخیر به خصوص تو سالهای اخیر یک نگاهی دارن که بعضی از شاگردهای ایشون که تو سالهای اخیر خدمت ایشون آموزش میدیدن اینا حتی الان دارن روی در واقع نوروسایکو انالیسیز متمرکز میشن، یعنی معتقدن که روش دکتر دوانلو ساختارهای نورولوژی رو میتونه تغییر بده. خب تمرکز مشخص روی احساس و تمام فوکوس رو روی این قسمت گذاشتن از ویژگی های خاص سهی روشه که البته بقیه رویکردهای دیگه هم وجود دارن که اموشن ها، فیلینگ ها اینا رو متمرکز میکنن و ایشون معتقدن که حالا احساس ها یک 5 تا بیشتر نیستن و بقیه احساس ها تو زیر مجموعه این 5 تا احساس اصلی قرار میگیرن. میشه بگید آقای دکتر منم؟ بله. ببینید 5 تا احساس رو معرفی میکنن که 4 تا از این احساس بین حیوان و انسان مشترک، مرکزش تو لیمبیک سیستمه و به صورت کلی به صورت خاص توی انتهای لیمبیک سیستم و تو بخش آمیگداله هست. خشم، در واقع غم یا اندوه، شادی و سکس، این احساس جنسی، این 4 تا احساسی هستند که در لیمبیک سیستم وجود دارند و دوانلو معتقده که اینها بین انسان و حیوان هم مشترکه، چون حیوان ها هم این سیستم در واقع مغز حیوانی هم لیمبیک سیستمه که اونا هم دارن. بعد احساس پنجم که احساس انسانی است و مختص ما انسان هاست و جاش هم توی کورتکس پریفرونتال هست، احساس گناه و این 5 تا احساس، یعنی اگر این یه دونه احساس رو ما نداشتیم، یعنی اگر گیلت در ما وجود نداشت، احساس گناه نداشتیم، احتمالاً ما هم مثل حیوانات خوش و خرم و خوشبخت بودیم و نیاز به روانکاو و نمیدونم این چیزا هم نداشتیم، راحت بر اساس اون احساسامون میتونستیم زندگی بکنیم. بنابراین ایشون تو پژوهشایی که تو سالهای گذشته انجام دادن و
مشخصا راجع به این احساسات جاشون تو مغز و پژوهش‌هایی که به صورت اکسپریمنتال رو بیمارها قبلش و بعد از درمان انجام دادن اینها رو تا بخش زیادی نشون دادن و البته تو حوزه نوروسایکولوژی هم این موضوع منابع قدرتمندی براش وجود داره که مثلا اگر از خشم حرف میزنه این خشم کجاست تو مغز تو چه بخشی وجود درست. خب حالا از نظر دکتر دوانلو بنابراین اینم یه ویژگی دیگه خاص این حوزه بود که من مایلم این رو بیشتر روش تاکید داشته باشم امشب چون راجع به بقیه بحث ها تو همه کتابایی که وجود داره بچه ها میتونن مطالعه بکنن حالا دوستان که به این حوزه علاقه مندن میشه دوالو میگه وقتی که احساس گناه در یکسان وجود داره و این احساس گناه حالا شکلهای مختلفی داره انواع مختلفی داره تعامل خاصی رو بین کورتکس و لیمبیک سیستم از طریق سینگولیت قدامی یا ACC که خود دکتر دوالو بارها اینو به عنوان کورتکس لیمبیک ازش یاد میکنه خب ایشون معتقده که انسان‌های روان رنجور به دلیل آسیب‌هایی که در اتچمنتشون در دوران کودکی به صورت گریزناپذیر میبینند این باعث میشه که ساختار مغز به گونه‌ای طراحی بشه که احساس‌های در واقع موجود در سیستم لیمبیک رو بلاک میکنه میبنده و احساس گناه گسترش پیدا میکنه ولی از اونجایی که احساس هایی که در لیمبیک سیستم هستن اینا گریز ناپذیر باید ابراز بشن افشا بشن خب تو انسان های روان رنجور این به صورت تکانه‌ای معمولا اتفاق میفته حالا این در مورد انسان هایی که فقط نوروزن یعنی آدم های سایکوپت رو ازشون حرف یعنی اون بحثش جدا میشه بنابراین ما خیلی میبینیم که بسیاری از آدم هایی که روان رنجورن تکانه‌ای رفتارهایی رو دارن در واقع مبتنی بر اون احساساتشون مثلا از کوره در میره خشمگین میشه میشکنه پرت میکنه یا بر اساس احساسهای دیگرش رفتار میکنه ولی بلا فاصله گیلت میاد اون رو جمع جور میکنه با عذرخواهی کردن یا با ببخشید دست خودم نبود متوجه نبودم من نمیدونم چرا اینجوری میشم این رو در واقع جفتی بود و نکته آخر در مورد ویژگی خاص روش دکتر دواندو تمرکز روی احساس گناه یعنی اصلا هدف از تراپی بر اساس روی کرده دکتر دواندو اینه که انسانها بتوانند احساس گناهی که درونشون وجود داره رو به صورت نوروبیولوژی تجربه بکنند و این تجربه احساس گناهی که آنکانشس هم هست و به سادگی هم در دسترس قرار نداره میتونه یک بازسازی و بازتعریفی از رابطه بین بیگ سیستم و ساختار کورتکس و قاعدتا تکردن اون سیسی یا سینگولیت قدامی توی یا همون کورتکس لیمبیک رو میتونه طراحی بکنه که وقتی این اتفاق میفته بسیاری از خاطراتی که در نیمکره راست مغز بلاک شده و اینها در دسترس آدم ها نیستن اینها میتونن به سازی قرار بگیرن و این بازسازی احساسی کمک میکنه که انسان ها دیگه دست از آسیب زدن به خودشون خود تخریبی بردارن و بشن یک انسانی که بر اساس احساساتش به صورت متعادل و متعالی رفتار من این چند تا ویژگی رو خیلی خب. خلاصه و مختصر بسیار خب خیلی ممنون من فقط یک در واقع بازسازی ذهنی رو برای دوستانی که تازه به جمع ها پیوستن بگم و بعد باز خدمت آقای دکتر باشیم با سوالاتی که از خواهم کرد ما در حوزه روان تحلیلی صحبت میکنیم که مبناش رویکرد فرویدی است و بر مبنای اون پارادایم های شکل گرفتن، قالب های فکری و درمانگری شکل گرفتن. نهایتا در حوزه درمانگری روانپویشی آقای دکتر دوانلو و مؤسس انسیتوی که آقای دکتر معنوی‌پور در ایران راه اندازی کردن به همراه همکارانشون داریم صحبت میکنیم. خب ما معمولا میدونیم که اگر یک پارادایمی قالب بر پارادایم های دیگه بخواد شکل بگیره یا خودش رو جدا بکنه از اونها حتما باید یک خصوصیات یا ویژگی های برتری جویانه یا متفاوتی نسبت به اونها داشته باشه که بتونه اون پارادایم رو شکل بده و افرادی رو به سمت خودش بیاره. ما در حوزه روانپویشی آقای دکتر دوانلو با
سه تا مقوله اصلی برای جدا شدن از پارادایم های دیگه مثلا فرض بکنید روان تحلیلی مواجهیم. یکی بحث نگرانی و مشکلاتی بود که بر سر راه طولانی بودن روان درمانی های کلاسیک وجود داشت. دومی بحث در واقع پروتکل مدار بودن کار آقای دکتر دوانلو و روان پویاشی کوتاه مدت آقای دکتر دوانلو. یعنی ما در روانکاوی کلاسیک اکثرا دوستانی که در حوزه کار میکنن میدونن که خیلی پروتکل مدار یا پروتکل محور نیست و پروتکل هاشون در قالب مسائل کلی و شکل درمانگری و حالا فضا و اینجور مقولات میکنن و نهایتا تمرکز بر فیزیولوژی یا نوروبیولوژی که نشانگر این هست که احساسات ما به واسطه فیزیولوژی ما میتونه نمایش داده بشه یا اینکه میتونه به واسطه اون تحلیل بشه و میتونه به واسطه اون در واقع کمک بشه که بهتر این ناهوشیار شناسونده بشه و تحلیل بهتری اتفاق بیفته. به واسطه اون ما 5 احساس مستقل رو در نظام درمانگری آقای دکتر دوانلو داریم که 4 احساس مشترک و حیوان رو آقای دکتر فرمودن و نهایتاً یک احساسی که ویژه انسان هست و اون احساس گناه اصرار میکنم برشت و نهایتاً اون بحث احساس گناه که مخصوص انسان هست و قرار هست که در تحلیل دکتر دوانلویی بیشتر بهش پرداخته بشه و درمانگرها به سمت شناخت ناهوشیار احساس گناه و نهایتاً در پی تحلیل اون و نهایتاً آن چیزی که ما در نظام روانکاوی شاهدش هستیم که یک نوری بر ذهن تاریک مراجع تابونده باشه که تا اون ناهوشیار خودش رو بشناسه و بر اساس پروتکل‌های درمانی که دکتر الان دیگه وارد اون نظام واره یا پروتکل‌های درمانی خواهیم شد که حالا یه بخشش رو فکر می‌کنم مناسب هست که دوستان ما بشنوند و در جریان باشن، چون ما می‌خوایم که این نظام درمانی هم در قالب این گفتگو بیشتر شناسونده باشه و دوستان ما خب بالاخره دانشگاه و دانشجوها میپرسن که ISTDP یا DISTDP چی هست، که من فکر می‌کنم آقای دکتر ابریویشن رو هم یه خلاصه بکنیم یا ترجمه بکنیم. ما میگیم روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت که دی اولش دیگه دوانلویی هست که اضافه میشه، روان پویشی فشرده و کوتاه مدت دکتر دوانلوی. اگر موافقید این رو با این فاز ذهنی ادامه بدیم. بله، ببینید اتفاقی که افتاده اینه که دکتر دوانلو از حدود سال 2005 به بعد، دقیقاً از 2005 به بعد، یه تغییراتی رو در افکارشون و روانی نظری کارشون در مورد تکنیکاشون داشتن و اونم بر اساس یافته‌های جدیدی بوده که همواره در حال پژوهش در اون حوزه بودن. خب بنابراین آنچه که شاگردای دکتر دوانلو البته با موافقت خودشون هم هست و تایید کردن ایشون و این حرف دی رو به اولش اضافه کردن به نشون دهنده همینه، یعنی اینو در واقع داره از ISDP که اون جدا میکنه، دوانلوی قبل از 2005 بعد از 2005 هست جدا میکنه و دلایلش هم حالا دلایل متعددیه که یکی از مهمترین هاش اینه که بسیاری از کسایی که از روش دکتر دوانلو استفاده کردن به دلیل اینکه حالا یا این روش رو خوب نفهمیدن یا فقط یه بخشیش رو فهمیدن یا رو خودشون نتونستن کار بکنن و کار نکردن، اومدن و یه کارهایی کردن که مورد تایید ایشون نیست. ببینید مثلا توی بعضی از کشورهای اروپایی دولت اون کشور اجازه در واقع درمان ISDP رو اصلا نمیده، یعنی انقدر رفتن به مریض آسیب زدن که چون باورشون این بوده که تمرکز ISDP روی احساس مثلا خشم و اینکه ما مریض رو عصبانی کنیم و مریض بتونه خشم داشته باشه، این یعنی ISDP و این تعبیر درستی نیست. درسته که احساس خشم یکی از مهمترین احساسهایی که توی انسان و حیوان وجود داره، ولی نه هر خشمی، نه به هر شکلی، نه به هر کیفیتی، این نمیتونه شفا دهنده باشه، نمیتونه کمک کننده باشه، نمیتونه حال کسی رو خوب بکنه. بنابراین این دوستان
حالا بر اساس برداشت خودشون یا به هر انگیزه ای اومدن و این کار رو انجام دادن، که این کار به شدت مورد نقد خود آقای دکتر دوانی. از یه طرف دیگه تمرکز بسیاری از این شاگردان قدیمی دکتر دوانلو مثلا فقط رو ساختارهای دفاعی بیماره، یعنی ISDP رو اینجوری معرفی کردن که ما فقط باید بشینیم دفاعها رو شناسایی کنیم، به دفاعها فقط حمله کنیم، یعنی حمله کردن به سیستم‌های دفاعی رو به عنوان در واقع هدف اصلی این درمان میدونن، در صورتی که عرض کردم هدف اصلی این تراپی تجربه احساس گناه و ما هر کاری که میکنیم میخوایم نهایتا بیمار به جایی برسه که بتواند احساس گناهش رو تجربه کنه، و وقتی که بتونه این احساس گناه رو تجربه بکنه تغییرات ساختاری در آن کانشسش اتفاق میفته که هم رابطهش رو با خودش هم رابطهش رو با عزیزانش آدمهای دوربرش میتونه یه تغییرات اساسی توش بده. بنابراین شاگردای دکتر دوانلو چون از 2005 به بعد تأکید دکتر دوانلو رو این هست که شما به عنوان یه تراپیست اول باید آنکانشس خودت رو کلیناپ بکنی، باید رو خودت کار بکنی، چون صراحتاً به ما میگه روز اول خیلی جالب بود، به ما میگه شما هر کی هستی، دکتری، پروفسوری، کرسی دانشگاهی داری، کتاب داری، هر کی هستی اینجا کسی یک مریضی، تو ساختار آنکانشست باید کلیناپ بشه، باید بشینی اینا رو درست بکنی. و این یکی از مهمترین تغییراتیه که اتفاق افتاده. در صورتی که اجازه میدید من یه لحظه ساعت رو بیارم، عذرخواهی میکنم من بله. ساعتم اون ور چیز هست، ساعت مچیم هم هست، شما ادامه بدید من دارم میشنوم. با چون خیلی زمان نداریم، من میخوام که آخرش بتونیم سوالات کوتاه هم داشته باشیم. من صدا شما رو دارم، من صدا شما رو دارم، شما ادامه بدید اصلا الان میام. بله، بنابراین تاکید این تغییراتی که انجام شده یه بخش مهمیش روی ساختار درمانگر آنکانشسی درمانگر هست و ما به عنوان یه درمانگر موظفیم برای کمک به خودمون و اینکه بتونیم درمانگر اثر بخشتری باشیم، بتونیم در واقع به بیمارمون کمک بکنیم، باید روی ساختار آنکانشس خودمون کار بکنیم، یعنی بتوانیم احساسهایی که درونمون هست رو تجربه بکنیم، اینها رو انقدر تجربه بکنیم تا اون تغییرات ساختاری درونمون اتفاق بیفته، که خب البته این اتفاقیه که یه نقطه قطعی براش وجود نداره، یعنی یه نفر نمیتونه بیاد ادعا بکنه که من دیگه کلیناپم دیگه تمام شد و رفت رسیدم به آخر خط. نه، این یک فرایند داینامیک، همیشه باید رصدش کرد، همیشه باید مراقبش بود و روش کار کرد، اینجوری نمیتونیم. آقای دکتر چسبندگی عذرخواهی میکنم چون زمانمونم یکم محدود شد، من مجبورم که دیگه خیلی وارد جزئیات درمانگرانه نشیم، یه بخشایی که بالاخره این نظام رو از نظام های دیگه جدا میکنه. چسبندگی این نظام درمانی با موضوع کودکی خب که بله. در قواره فرویدی بالاخره یک وجه بارز دیگه در تحلیل ها بله. و اون آنکانشنس یا اون در واقع ناهوشیار افراد، من میخوام یه توضیح کوتاهی بدید که این چسبندگی با، چون بالاخره احساس گناه در هر شرایطی به وجود میاد، یعنی من همین الان هم اگر مثلا فرض بکنید رفتم ساعتم رو برداشتم آوردم، یه احساس گناه هست که بالاخره من لایو رو ترک کردم و این شرایطی به وجود آورد. میخوام بگم که این احساس، این چیزی که دارید بگید، این روی کرد یا نظام درمانی چه چسبندگی و موضوع کودکی میتونه داشته باشه که در نظام فروید خیلی مهمه. هسته اصلی مسائلی که ما رو به نوروز تبدیل میکنه تو آسیبیه که تو اتش میتونن باند با پدر مادر و آدم های اولیه زندگی میبینی. درست. این آسیب تو حوزه احساس هاست، یعنی درست. کودکی که نیازهایی داره که در واقع سر و ته نداره، یعنی همونجوری که مثلا ملانی کلاین یا وینیکایت اینا معتقدن که کودک خواسته هاش اصلا محدودیت نداره، ته نداره، از یه طرف پدر و مادری داره که محدودن و نمیتونن همه اونها رو برآورده کنن. قطعا تجربه تو برآورده کردن خواسته ها ناکامی های اتفاق میفته، این ناکامی ها خشم تولید میکنه، خشمی که به سمت چیزی که عزیزترین و مهمترین آدم زندگی ماست، یعنی کسی که مهم است و ما نمیتونیم نسبت بهش خشم داشته باشیم، و این این وجود این خشم هسته اصلی احساس گناه، یعنی
این احساس گناه های دیگه‌ای که حالا ما تو عرف و فرهنگ و نمیدونم این چیزا میشناسیم مد نظر دکتر دوانون نیست، داشتن احساس های ممنون نسبت به آدم های دیگه. خب وقتی کودک احساس خشم داره نمیتونه ابراز بکنه، هم ابزارش از نظر فیزیولوژیکی برای این کار به صورت کامل نداره، هم از یه طرف نمیخواد اون آدم ها آسیب ببینه، چون پدر مادر تو نگاه کودک قهرمان های زندگیشن، مهمترین آدم های زندگیشن. این اولین تناقض درون روانی رو شکل میده و این تناقض درون روانی با احساس های دیگه هم مثل در واقع سکس، اینها همه در واقع آمیخته میشه با هم. یعنی همه اینها با یک ترس از سکس که یک دفاع هست و یه دفاع خیلی مهمه پوشیده میشه. بنابراین کودک یاد میگیرد که احساس های ممنوعش رو درون خودش حبس بکند، بین خودش و عزیزانش فاصله ایجاد بکنه، بهشون خیلی نزدیک نشه، ولی نمیتونه رهاشون بکنه، نمیتونه نزدیکشون بکنه. در واقع شما در این نظام درمانی توجه دقیقی به اون قواره کلی که پیوند بین والد و کودک هست و ارتباطاتی که در اون زمان باعث احساس گناه میشن توجه میکنید و در اون ناهوشیار پس اگر دارید جستجوی انجام میدید به این مقوله هم میپردازید. بسیار خوب، خیلی ممنون. بسیار خب آقای دکتر عزیز، بحث شما با تحوار درمانگران چه تفاوتهایی داره؟ یعنی من الان این نظام واژگانی که شما دارید استفاده میکنید در اون تحواره های به قولی اصلی که ما یا ناکارآمدی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم 18 گانه، یه بخشیش نظام واژگانش خیلی شبیه همه، این رو هم خیلی کوتاه بگید چه تفاوتی دارن؟ ببینید آقای دکتر، همه رویکردهای روان درمانی روان درمانی ان، راجع به سایک حرف میزنن، بنابراین وجود شباهت یک اتفاق خیلی قابل انتظار و قابل پیش بینیه. تحوار درمانی انجام میشه، تا حالا من خیلی راجع به تحوار درمانی نمیدونم واقعا، ولی در همین اطلاعات اندکی که دارم که میدونم یک گام از سی بی تی ان ها جلوترن و قاعدتا اثر بخشتر هم میتونن باشن، چون به مقوله احساس و هیجان و اینها تردن، ولی مدل توجهشون یک مدل کاملا شناختیه. ببینید شما در بررسی کردن یک پدیده اگر فقط یک بُعد انسان بودن تأکید داشته باشین، مثل رفتارگرها فقط رو رفتار متمرکز، شناختی ها فقط روی شناخت متمرکز، اینها قاعدتا بخش هایی از داده ها رو از دست خواهند داد، یعنی تونن خیلی اثر بخش، نه اینکه بخوام بگم این حوزه ها اثر بخش نیست، مطلقا همه رویکردهای روانشناسی از نظر من قابل احترام به دلیل اینکه ماندگار شدن، یعنی اگر به درد نخور بودن آن از بین رفته بودن، بنابراین وقتی هستن و ادامه دارن یعنی اثر بخش. کسی نمیتونه بگه حالا کاری که ما داریم بهتره اونا بدتره، نه اینا فقط ما با هم فرق میکنه، ولی اون چی که اون چیزی که توی روش دکتر دوانلودی سیدیفی مهم، احساس به معنای چیزی است که ما در مسیر اون نوروبیولوژی تجربه میکنیم، یعنی اگر از خشم میزنیم، خشم بخش هایی از ماهیچه ها و عضلات خاص بدن رو هم در کنه، اگر این وجود داشت یعنی احساس خشمه، ولی اگر من بشینم به شما بگم من عصبانی ام ولی این بخش رو نداشته باشم، این دفاع در واقع شناسایی میشه. من فکر میکنم آقای دکتر تفاوتشون دقیقا تو همین بود. بسیار خوب اشاره کردید اون واژه شناختی که تحوار درمانگرها در واقع تو اون پارادایم شناختی دارن توجه میکنن بهش و این نظام ناهوشیاری که شما از این ور دارید بهش میپردازید، فکر کنم تفاوت اصلیشونه. مرسی از این واژه خوبی که استفاده کرد برای تفکیکشون. ما 53 ثانیه وقت داریم، من یه خواهش از شما بکنم، اینقدر شیرین و به قولی گواراست این بحث، حیف هم میاد تمام، ما یه نیم ساعت دیگه هم اضافه بکنیم اگر امکانش هست، سریع من بگید که من لایو رو قطع بکنیم مجدد شما رو بگیرم، ما یه نیم ساعت آخر حیف هم اومد تمام سوالاتی که دوستان پرسیده بودن مونده، امکانش هست های دکتر؟ بله من مشکل ندارم، فقط ببینید چون من این خب. اولین باری که من آی دکتر الان باید قطع کنم، اصلاحی میکنم من صداتون رو قطع میکنم، الان باید قطع کنم، من تا سیو بکنم این رو، من مجدد 2 دقیقه دیگه میام بالا که شما هم زحمت بکشید. باشه.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.